به نام خدا و با سلام و درود به بینندگان عزیز و نازنینم در سرتاسر جهان، بینندگان فرهیخته. انشالله که حال همتون خوب باشه. در این برنامه مصاحبه‌ای دارم با آقای دکتر فرهاد رضایی و ما می‌خوایم بپردازیم به مسئله اتمی شدن ایران و باور ما به عنوان دو تحلیلگر اینه که اتمی شدن ایران از نون شب واجب‌تره الان، یعنی در واقع برای ما امنیت میاره و باعث میشه که تمام کشورهایی که الان سر ما ریختن غلاف کنن و روشون رو کم کنن، یعنی رو کم کنی اوناست. باید ما سلاح هسته‌ای داشته باشیم. و نکته دیگه ای که میخوایم دربارش صحبت کنیم، اینا هفتن از دانشمندان نخبه هسته‌ای ما رو که باید نمیدونم سالها باید بگذره تا یک چنین افرادی اصلا بیان تو این کره خاکی و به اون درجه از قابلیت برسن. هفتن از اونها رو خیلی مثل آب خوردن ترور کردن، به شهادت رسوندن و ما تلافی نکردیم. خب در صورت هرچی که ما عقب نشینی کردیم، اونا در واقع پرروتر شدن و ترورهای بیشتری رو انجام دادن. خب هنوز الان من یه چیزی میگم، شاید برخی بیان بگن چرا این چیزها رو گفتی، از من ایراد بگیرن. حتی رئیس جمهورمون، وزیر امور خارجه‌مون، آقای آل هاشم و همراهانشون، اینا هم اونا اومدن ترور کردن. حالا در واقع گروه حقیقتیاب این رو لاپوشانی میکنه. من فکر میکنم اینطوریه، مثلا به عقلم جور نمیادش که این اتفاق باشه. 3 تا هلیکوپترن، یکیشون این اتفاق براش میفته، دوتای دیگه که کسی یعنی میخوام بگم مقامات مهم توش نیست، اونا جون سالم به در میبره. اینو عقل من نمیپذیره. خب از اینا که بگذریم، یه خورده طولانی شد. آقای دکتر به شما خوش آمد میگم و بریم درباره این که چرا اتمی شدن ایران از نون شبمون واجب تره، حتی اگه نون خالی بخوریم باید اتمی بشیم. این خواسته ملت ایرانه. بفرمایید آقای دکتر. سلام و درود به شما خانم زمانی عزیز و آزاده. بسیار بسیار خوشحالم که در برنامه شما دوباره با شما هستم. سلام و درود به تمام ایرانیان عزیز و تمام ایرانیان آزاده که در هر کجای کره خاکی هستن. همونطوری که شما گفتین با عنوان برنامه‌تون، واقعا بمب اتمی داشتن از نون شب واجب تر است. ببینین، من خیلی از کانال‌ها رو دنبال میکنم و همیشه میگن که همونطوری که تو برنامه قبلی هم که شما با هم صحبت کردیم گفتیم که رهبر ایران خیلی قشنگ واضح جمله رو بیان کردند، مصرف بمب اتم حرام است. همه ما هم میگیم حرام است، هر ایرانی هم میگه حرام، هر انسان با شرفی بله، ولی داشتن آن حرام نیست. شما میتونید داشته باشید. خب موضوع اینجاست که خیلی از دیگران این رو اومدن میگن اصلا داشتن بمب اتم بازدارندگی ندارد. این بسیار غیر منطقیه. میتونیم در میگم فقط دو بار در زمین کل کره خاکی دو بار انجام شده و اونم دوبارش رو آمریکا مصرف کرده. اگر آمریکا ببینه بار دیگر احتیاج هست مصرف خواهد کرد. میگن چرا آمریکا مصرف کرد؟ به خاطر اینکه در اونجا وقتی رفت بمب انداخت تو هیروشیما، دیگه بمب دومی احتیاج نبود تو نازاگاکی بیاندازه. تازه این بمب اگر میخورد به زمین، به زمینم تاچ نشده، در حدود 500 متری زمین منفجر شده. آه. که میگفتن اینقدر این قوی بوده، چون نمیدونستن بمب اولشون بوده، نمیدونستن اونجا ترکیده که این همه خسارت آورده. اگر میخورده به زمین حتی ممکن بوده پوسته زمین شکاف برداره. اون زمان وارد نبودن قدرت رو بخوان خوب تخمین بزنن. 146 هزار نفر رو کشتن تو هیروشیما، احتیاج نبوده برن تو نازاگاکی بندازن 250 هزار نفر هم اونجا بکشن. پس اینها خواستن هم تست کنن هم از بین ببرن. و جنرال مکارتور گفت اگر نندازید شکست میخونید. پس اگر آمریکا بازم ببینه جایی شکست میخوره و باید مصرف کنه، مصرف خواهد کرد. ولی الان ما آلترناتیف ها، یعنی بمب های مینیاتوری، این اسمش مینیاتوری بوده، الان میگن بمب های تاکتیکی،
این 20 ساله این بمب های دنبال بمب های مینیاتوری بمب اتم هستن. احتیاج نیست یک شهری رو نابود کنی، حتی میتونن یک قسمتی از شهر رو نابود کنی. بمب هیدروژنی آقای دکتر. بله اونا هم دارن، ولی منظورم که دیگه بمب آوردن الان دیگه واردن، چقدر مصرف کنن و این به اندازه این چقدر میتونن تخریب کنن. پس دیگه به فکر اون نباشید که نمیان مصرف کنن. بدونید اگر لازم باشه مصرف خواهند کرد. این یک. بعضی ها میان میگن نگاه کن روسیه بمب اتم داره بهش حمله نمیکنن. اگر روسیه بمب اتم نداشت تا حالا تیک تیکش کرده بودن از بابت جنگ سو، چون بزرگترین ارسنال بمب اتمی داره. الان از روی زمین میرن، چون بمب اتمی رو کسی نمیاد جنگ اتمی رو شروع کنه، هر کی شروع کنه نابود میشه. ولی به روسیه حمله نمیکنن به خاطر اینه که روسیه داره بمب اتمو، بازدارندگی داره، نمیان همش برزن اونجا همه رو. الان حدود 700 هزار تا سرباز ناتو اونجا جمعه پشت جبهه‌های تو اروپای شرقی. چرا نمیرن تو کارو تموم کنن پس کار روسیه رو؟ چون بمب اتم داره، میتونه به بازدارندگی، معنیش اینه. ببینین بعضی میایین به جاهای دیگه نگاه میکنیم، اینا خیلی جاها الانش هم هست. پس بمب اتم بازدارندگی داره. کره شمالی، خود ترامپ تو یک سخنرانیاش در همین انتخابات گفته من با کشورهایی که اتم دارن میشینم مصاحبت میکنم. خیلی واضح است. ببینید ترامپ بلند شد رفت کره شمالی. کره شمالی به نون شب به قول شما ندارن، ولی بمب اتم رو ساختن. پدر، پسر و نوه زحمت کشیدن بمب اتم رو ساختن، گرسنگی کشیدن. امروز بازدارندگی داره، امروز کسی دیگه نمیتونه هر روز واردش بشه. بله. تو جنگ کره خانم زمانی 3 میلیون 2 میلیون خوردهی کره‌ای کشته شدن. بله. تو 3 سال. درسته. یک دونه ساختمون سالم نذاشتن. خودت CNN نشون داده، میگه وقتی به فرمانده نیروهای آمریکایی میگه که بزن بزن کره شمالی، برمیگرده میگه کجا رو بزنم، یه ساختمون هم نیست، ما همه رو با خاک یکسان کردیم. پس اینها هر جایی که گیر کنن باز میندازن. اونجا هم که ننداختن اونجا، چون که به خاطر اینکه باز احتیاجی نبوده اون زمان. این یکی از این. پس بله. بایستی الان کره شمالی بازدارندگی داره. اونیم که قبلش میبینی نمیتونستن حمله کنن بهش، چون چین بازدارندگی داشته پشتش، چین ازش حمایت میکرده. 1,300,000 تا سرباز چینی در جنگ کره کشته شدن. الکی نبوده. ببینیم پس امروز میبینیم که کره شمالی بازدارندگی ایجاد کرد. امروز میبینیم که کره شمالی دیگه به اون قدرتی رسیده که خیالش راحته، که حتی پوتین میره بهش التماس میکنه بهش اسلحه بده. کشوری که فقط منبع درآمدش زغال سنگ و ماهی میفروشه، اونم فقط چین ازش میخره، چون تحریم اقتصادیه. پس انسان باید سختی بکشه. میدونم ما، ولی ایران یکی از ثروتمندترین کشورهای روی زمینه، از باب نه فقط نفر، همه چی داریم. پس اینجا میبینیم که کره شمالی هم بازدارندگی ایجاد کرده. چرا میگن؟ اصلا سوال خیلی سیمپله، چرا به شما ایزه نمیدن بمب اتم داشته؟ چرا نمیزنه؟ این سوال اول بکنید. دوم، میبینی هندوستان داره، پاکستان هم خودشون میدن، نه اینکه این دوتا رئیزه بدن دوتایشون بسازن. یکیشون ساخت، یکی دیگه شو خودشون بهشون دادن. پاکستان و خود اینا پاکستانی ها نتاق بهشون دادن علمشو که مقابل چی اینا هندوستان داشته باشه. حالا چرا به ایران نمیگن، میگن نباید داشته باشی؟ چون خانم زمانی من یه مصاحبه خارجی رو دیدم، خبرنگار خارجی با یک شخصی که پشت پرده توی تلویزیون مال اسرائیل بود، از اونایی که پشت پرده رئیسن. خب انقدر عصبانی شد با این خبرنگار، از صندلیش بلند شد. ببینین چقدر این خونین بوده. گفتش همین جمله رو، من این آقا گفتش، باور نمیکنه، این جمله خودش، من نمیگم،
گفت اینا ایرانی هن. اینا اگر بزنیشون بمب اتم داشته باشن اینو بهت میزنن، یعنی نمیخورن ازت، یعنی پس بقیه نوکرشونن که دارن. ایران اگه داشته باشه نوکر نمیمونه. برای همین اینا این شخص برگشت به خبرنگار بود. پس میایم سر، حالا برمیگردیم به قسمت اینجا که چرا ایران باید داشته باشه. اولا سرمایه گذاری بزرگ ایران کرده، 70 دانشمندای ما رو کشتن. هر کسی میگه ما جایگزینی اینا میکنیم، جایگزینی به این روز آسونی نیست خانم زمانی. اصلا 7 نفر 7 نخبه است، 50 سال رو اینا کار شده. بله. هر کسی هم هر روز نمیاد این، ببینیم بعضی از الهیه هر چی اسمشو میخوایم بذاری، این علم در اون ساخته شده، میتونه بره اون فیزیکو یاد بگیره، اون علم تو خونش میره به رشد میکنه. این 6-7 نفری که شما میبینین یعنی ساخته شدن برای این دانش. یا آقای شهید بزرگ فخری‌زاده رو میبینیم مثل اون بقیه. بذاری من اسماشونو برای یادآوری بینندگان بخونم. این عکسایی که اینجا میبینین 7 تن از شهیدان در واقع هسته‌ای ما هستن که ترور شدن توسط موساد. شهید اردشیر حسینی پور، شهید مسعود علی مرادی، شهید مجید شهریاری، شهید فریدون عباسی، شهید داریوش رضایی نژاد، شهید مصطفی احمدی روشن، شهید محسن فخری زاده. اینا دانشمندان هسته‌ای ما هستن. من 2 تا شهید دیگر هم میخوام اینجا نام ببرم. اینا دانشمندان هسته‌ای نیستن ولی اینا نخبه های نظامی ما بودن. شهید تهرانی مقدم، پدر موشکی ایران، که به طور خیلی مشکوکی در یک پادگان نظامی که کل نمیدونم مواد منفجره اونجا رفت رو هوا، ایشون به شهادت رسید با یارانش. و شهید احمد کاظمی که عشق سردار دلهامون بودش، ایشون هم در یه صانعه هواپیمایی به شهادت رسید. باور من اینه که ایشون رو شهید کردن یا ترورش کردن، حالا به هر نوعی، حالا هر کی هر چی میخواد بگه بگه، این باور منه با مطالعاتی که داشتم. خب آقای دکتر بفرمایید صحبتاتون. ببینید الان شما اسم آقای تهرانی مقدم آوردین با سردار احمد کاظمی. در برنامه قبلی شما هم گفتم از بینندگان خواهش میکنم برند چون حس کنن، برید مصاحبه احمد سردار شهید احمد کاظمی رو با خبرنگار ببینید. با تهرانی مقدم شهید میرن روسیه برای کمک، از روسیه موشک بخوام بهشون نمیده، اذیتشون میکنه، از هر هتلی میبردنشون تو هتل دیگه، که آخرش آقای سردار احمد کاظمی میگه من عصبانی شدم، گفتم به سفارت هواپیما رو آماده کنیم، ما میخوایم برگردیم ایران. میگه تو هواپیما، این حرفای خود آقای احمد کاظمیه، چون اجازه نداره کسی حرفش رو عوض کنه. این سخنش در هواپیما، من گریه کردم زار زار. با آقای تهرانی مقدم گفتم هیچ کس به ما هیچی نمیدهد، خودمون باید بسازیم، که آقای تهرانی مقدم روحش شاد، پدر موشکی ایران، ایران رو امروز موشکی کرد. بله. سختی داره اینها، چیزهایی هستش که نمیشه هر روز جایگزینش کرد. نه حالا موضوع اینه که آقای دکتر، ما انتقاممون رو نگرفتیم، دست کم برای این هفت شهید دانشمند هسته‌ای که ترور شدن، که این معلوم بود موساد انجام داده، خودشون هم گفتن. ما انتقام اونا رو نگرفتیم و حالا من به باور من انتقام سخت ما اینه که ما اتمی بشیم و هسته‌ای بشیم و سلاح هسته‌ای داشته باشیم. این میشه انتقام سخت که دیگه اونا غلط زیادی نکنن. اصلا اونا کی هستن که ما بگن که تو میتونی هسته‌ای بشی یا نشی؟ من یه مصاحبه با ترامپ دیدم، داشت گوه زیادی میخورد، ببخشین اینطوری میگم، غلط زیادی میکرد، میگفت ما برجام و فقط هدف اون از برجام این بودش که ایران به سلاح هسته‌ای نزدیک نشه و نمیگذاریم ایران هسته‌ای بشه. یعنی میخوام بگم اینا اینقدر با ما دشمنی دارن، خودشون 7000 کلاهک هسته‌ای دارن، خودشون آدم کشی کردن، نسل کشی کردن و به ما این ذرای زیادی رو برای به ما میگن. خب من احساس خفت و خاری میکنم وقتی این چیزا رو میشنوم. بفرمایید آقای دکتر. ببینید شما خیلی قشنگ اینو بیان کردیم. بعد برای من جالبه الان اینو بهتون نشون میدم چجوری اینا انجام میدن.
ببینیم چرا ما نمیتونیم تلافی کنیم، راحت میتونیم تلافی کنیم. من اینو از توی کنگره یاد گرفتم. مرکز تمام کامپیوتری اسرائیل در دانشگاه وایزمانه. شما اینجا رو از بزنیم برای تلافی شده، تمام سیستم هکرشون و سیستم کامپیوتری و تمام سیستم اطلاعاتیشون اینجاست، نه توی پایگاه. اینجا تغذیه میشه، از بین میره. این یکی. دومن ببینید، شما 7 از دانشمندهای ما رو زدن، درسته؟ بله. برای احترام به خون اینا برای ایران زحمت کشیدن، جونشون رو دادن. اینا برای اینکه ایران اتمی بشه کشته شدن، شهید شدند. پس برای احترام به خون اینها باید ایران اتمی بشه. بله. باید احترامه. حالا من برای شما یه موضوعی رو میگم. در بعد از جنگ جهانی دوم، خب چجوری اینها دانشمندان رو میکشن؟ یعنی اینا کارشون اینه، یعنی اصلا تو خونشونه، یعنی جزء پروژه هاشون. آقای دکتر، بله. دقیقاً. یه سرهنگی است. اینا بعضی ها میگن تاریخ معلومات، نه، معلومات تاریخ رو معنیش اینه که شما تاریخ رو بخونید، یاد بگیرید، اشتباه نکنیم برای فیوچر. ببینید کجاها ایراد داره، در آینده شما این کارا رو انجام ندید یا کارهایی بکنید که جلوگیری کنه از این جور ترورا. سرهنگ اسکورزانی کسی بوده، فرمانده کماندوهای آلمان بوده. در زمان جنگ جهانی دوم موسولینی رو دستگیر میکنن انگلیسی ها، توی یه جزیره اینو نگر میدارن وسط سپاه انگلیس. هیتلر برای اینکه این نبرن این رو تو انگلیس توی قفس بچرخوننش، میگه یه اینو بعد نجاتش بدیم. میگن که فقط سرهنگ اسکورزنی میتونه اینو نجات بده، اگر بتونه بده. میخوادش، بهش میگه برو اینو وردار بیار. میتونه، میگه به من 4800 مولده. وسط سپاه انگلیس پیاده میشه با چت بازا، نجاتش میدن، برش میگنن. حالا بعد از جنگ جهانی دوم، چرا این یه تیکه رو گفتم؟ به خاطر اینکه این آدم قابلیت خاصی داشته. بعد از جنگ جهانی دوم این رو اعدام نمیکنند توی دادگاه نورنبرگ. خب میان چی میکنه؟ CIA این رو میاد میگه بیا با ما بشو. CIA این رو میبره برای خودش. در زمان بعد از جنگ جهانی دوم دانشمند، چون علم موشکی از آلمان شروع شده که میگفت من تموم نکردم، یعنی دیر بود، آخر جنگ پیدا کرد، میگفت اگه اول جنگ داشتم تموم انگلیس رو، جزیره انگلیس رو به این میبردم. بعد جنگ جهانی دوم دانشمندای موشکی آلمان میخوان برن به مصر کمک کنن در جنگ اعراب که موشکی بشه. آها. این سرهنگ اسکورزنی رو بهش، چون اون افسرها به این اطمینان داشتند، نورچشمیشون بوده، همرزمشون بوده، به این میگن که تو با اینا، ما اینا رو پیدا نمیتونیم بکنیم، همه مخفی هم. تو باهشون قرار بذار، با یکی یکیشون ما اینا رو ترور کنیم. خانم زمانی با همشون قرار میذاشت، میامدن سر قرار، اینا میامدن، موساد میامد ترور میکرد میرفت. پس ترور تو خون ایناست، اصلا کلمه ترور مال ایناست. به همه، هر کسی رو اینا تهمت میزنن خودشون رئیس اون کارن، خبره اون کارن. حالا پس اینا دانشمندای ما رو کشتند، شهید کردن. اینجا سوال بزرگیه. اینجا اونها دانشمندای ما رو نمیشناسن. خانم زمانی، کی باید این اسم رو داده باشه؟ یا از طرف کسی که لیست و تحویل سازمان انرژی اتمی میده که این اشتباس، شما لیست دانشمند رو به اینا بدی، اونا نگاه میکنن، میزنن، میان شهید میکنن. تو اینا دیگه میدونن، دیگه میدونن ایرانیا باهوشن، و اگر این 6 نفر جز اون لیستن، باید این 6 نفر زمان به زمان از بین بردن. آقای دکتر، یه متد دیگه هم هستش. اینا میان گاهگداری کنفرانس و اینا هست، صحبت های علمی و اینا، از اون طریق هم میتونن شناسایی کنن. دقیقا مثل این که من میگم از تو کنگره فهمیدم مرکز اطلاعاتی همین اخیراً که روسی اومد ایران، اومدش که جاسوسی کنه بره گزارش بده به اسرائیل. اومد کنفرانس بودش، سمینار اتمی بودش که دستاوردهای اتمی ایران اونجا معرفی میکردن. ببینید الان من این یکی مورد روسیه رو گفتیم، من یه پیامم به این برنامه نمیخواد بدم، چون خیلی مهمه، خیلی مهمه. آزارم میداد که باید این رو بگم.
ببینین ایرانیا موشک میسازن، پهپاد میسازن و الان مشتری براش پیدا شده، میفروشن. این افتخاره، عالی، محشره. ولی شما این رو بایستی بدونید که شما تحریمید. برای اینکه لوازم یدکی به دست بیارید، امروز اگر میخرید یه یورو، فردا باید 100 یورو بابت همون لوازم یدکی رو بدید. یک، شما تحریمید. وقتی شما سلاحتون رو الان اگر میفروشین، اگه 10 تاشو میدیم به روسیه، 20 تاشو به اونجا میدی، بایستی قابلیت این رو داشته باشید که بتونین 1000 تاشو الان تولید کنید. پس به فکر این باشین، همه رو فروختی دیگه نداری. اینم یک نوع تاکتیک که از شما بخرن تخلیه سلایی کنن. متوجه شدین؟ اینا رو حواستون باشین. ببینین الان خود اروپا نداره بده به اوکراین، میگه ما سلاح نداریم. اروپایی که 500 میلیون نفره. آی دکتر چه موضوع جالبی رو مان کردین. ببینین اینو من میگم، منم گفتم آزارم میداده که باید این رو بگم. خواهش میکنم پیام من یه بار دیگه بگین آقای دکتر، یه بار دیگه بگین. ببینید سلاح فروختن غرور ملیه. آفرین، سلاحاتون عالیه، منم افتخار میکنم. الان من عشق میکنم شما بهترین کشور موشکی هستید. ولی این رو در خوب توجه کنید، شما تحریمید. آسون نیست که به لوازم یدکی بیاد. امروز یه یورو، فردا 100 یورو باید بدین. تو خود اروپا همه چی گرونتر شده، 100 برابر شده. اینی که میگن تورم 5% تو اروپا دروغه، همه جنس ها 100% رفته بالا، 200%. یک، دو، وقتی شما سلاحاتونو دادین، ببینین الان همین 4 روز پیش گفتن که فهمیدیم این پهپادها رو از کجا میخرن، این لوازم یدکی رو خود آمریکا گرفتتش. معنیش چیه؟ معنیش اینی که شما وقتی میفروشین اینا باز میکنن، میبینن از کجاها میخرین. وقتی که بدونن جلوگیری میکنن، در تغذیه شما رو میبندن. این دو. سه، وقتی سلاحتون تموم شد موشک نداشته باشین چجوری دفاع میکنه اخوهایتون؟ پس به این فکرت باشید، یک موشک تحویل میدین 10 تاشو باید بسازید. در واقع اونا میتونن ما رو تخلیه، میتونن تخلیه سلاحتون، آفرین، تخلیه سلاح بکنن، نیاد بیاد ازتون 1000 تا میخره. این اینا همه رو حساب کنید، خواهش میکنم. دیگه زمانی نیست. ببینیم ما یه ضرب المثل داشتیم، انسان جایز الخطاست، این مال قدیمه. در این دور از زمان اشتباه مرگه. یعنی اگر اشتباه کردین دیگه رشد نمیکنی، نابود میشی. پس جلو اشتباه رو بگیری. تخلیه سلاحی به این صورت میکنن، تمام ازتون میخرن، بعد یهو میبینید که انباراتون خالیه. حتی ممکن آقای دکتر قیمت خوبم بدن برای اینکه تخلیه سلاح بکنن. تازه میگیم قیمت خوبم به قول شما بدن. تخلیه، ببینید، خواهش میکنم، سلاح میفروشین نشانه تخلیه سلاحی شما نباشد. یک دونه میفروشین باید جایگزینش 10 تا رو داشته باشید. شما تحریمید. برای اینکه به لوازم یدکی بیاد دراشو میبندم برای شما. میفهمن از کجا میخرید. مثل FATF یکی از دلایلش اینه که بدونم پولتون کجا میره. برای همینه که جلوی اون موقع که FATF رو امضا کردین، یعنی تحریما کار میکنه دیگه، نمیتونی بری اسلحه سازی درست کنی، نمیتونی بری لوازم یدکی رو بخری، چون تحریمی، اجازه نداری. اینی که میگم پولشویی رو میخوایم چک کنیم، اینا حرفه. اینا 7 کشور نشستن برای خودشون قانون رو گذاشتن. پولشوترین کشورهای دنیا خودشون، فاسدترین، دزدترین، بله، دزدان نشستن. هلند، من 100 بار گفتم، میگم کشوریه که شما به عنوان یهودی باید ببینینش. وقتی داستاناشو میخونیم که ایران رو تو که ریاکتورهای اتمی ایران با هم مال زیمنس رفتن تو خرابکاری کردن، مهمترین رولش هلندی بوده. چون بارها تو برنامه های دیگه هم گفتم، من تو برنامه شما هم الان هم میگم، وقت اینها به کسای اطمینان دارند که بهشون مأموریت میدن، به هلندی ها اطمینان دارن، یعنی میدونن اینها سکهای خوبی هستن براشون، نوکرهای خوبی هستن. اینها رو مأمور میکنن، مأمور میکنه میره برای بازرسی شیمیایی دست میگیره. اینا آقای دکتر رد گم کنن، چون بورو بلاندن، یه کشوری هم به اصطلاح بی طرف کنار نشستن، یه کشور گله، از گل و بلبلی. این مدلی بهشون نگاه نکنید. ببینید زیرپایه ها چیه، ساختار چیه.
به این صورت میان تو. یکی دیگه که هست، شما تخلیه خواهش میکنن تخلیه سلاحی نشید، اگر شدید از هزار برابر از تحریم بدتره. یو میبینین موشک ندارید، یو میبینین پهباد ندارید، پس هرگز چیزی که به خونه خود چرا آقایی که به خانه رواس به مسجد حرام است، مسجد حرام است. این رو یادتون باشه. عشق نکنید. این ما ایرانی ها اینطور هستیم، غرور داریم، کیف میکنیم از همون تعریف میکنن. یعنی تعریف میکنه موشکات خوبه، 1000 تا ازت میخرم، 10000 تا میخرم، 10000 تا بفروش، فردا تخلیه نشی. به روسیه اینطوری نکن. من یه نکته مهم رو هم اینجا قبل از که برگردیم به موزه اصلی اینو من بگم، تمام دنیا در اشتباه است. این اسرائیل در جنگ اعراب هم شکست خورده بوده از ارتش مصر، کاملا محاصره بوده. تنها کشوری که خیانت میکنه روسیه بوده که نقطه ضعف شکست رو نشون میده، از اون شکست رو میشکنن، میان بیرون، ارتش پنجم مصر رو محاصره میکنن. پس روسیه برای منافع خودش میجنگه، نه برای منافع شما. شما هم برای منافع خودتون بجنگید تا برای روسیه. معامله میکنید، درست معامله میکنید. اگه 100 تا چیز میده، 100 تا چیز بهش بدید. ببینید به شما چی داده. منو نمیدونم، هی میگن هواپیما میاد اینا، ولی مواظب باشین تخلیه سلاحی نشوید. این خیلی مهمه. برمیگردیم به موضوع اصلی. پس این دانشمندا رو که ترور میکنند، یا هر کسی دیگه، سردارای ما رو ترور میکنند، کسی لیست میده، کسی اسم میده، یا به قول شما تو کنگره ها یاد میگیرن. بله، چون من الان، من که ایرانی هستم، فقط دو سه نفرشون رو میشناختم. خب بله. در صورتی که مطالعه هم هست، آقای فخری زاده رو میشناسم، اون تهرانی سردار شهید تهرانی مقدم رو میشناسم، سردار احمدی رو میشناسم، سردار کبیر درها رو، عدالت رو، سردار سلیمانی رو میشناسم. ولی این لیست رو کسی که میده، اونا میان میکشن. مثل لیستی که بعد از جنگ جهانی دوم اون سرهنگ اسکورزنی داده بود بهشون. اینا مهمن تو موشک سازی، قرار میذاش میکشتنشون. پس بدونی یا تو لیست رو ندین بده سازمان انرژی اتمی، من نمیدونم، شما میدونید، اون لیست باعث مرگ میشه. من اینجا یه مثال میزنم. یه پروفسوری که رئیس من بود، رئیس بخش ما بود در آمستردام، ایشون میره سن پیترزبورگ کنگره بوده، اونجا تو سخنرانی من، حالا اینجا ایشون همیشه تو سخنرانیاش جوک میگفته، راجع جوک که ضربه بزنه به یهودیا. تو سن پیترزبورگ هم حتما همچین کاری رو کرده بود. موقع برگشتن توی فرودگاه چکسلواکی باید چنج میکرده، توی دستگاه که رد میشین میگردنتون چیپ بهش داده بودن که هر جای این شخص میره دیگه بدونن کجاست، که تو چکسلواکی چون صدا میده در میارن متوجه میشن. پس ببینید اینا چجوری ردیابی میکنه. یعنی توی سخنرانی فکر نکنین بیگناهی، یه سخنرانی معمولی کردم. اونها روی جملات شما، حرفای شما تصمیم گیری میکنن. خواهش میکنم برای این احترام به خون این شهدا واجبه، اصلا واجبه که بمب اتمی که اینا زحمت کشیدن و خون دادند ساخته بشه، برای حمایت نه تنها از کشور ایران، برای حمایت از کشور که محور مقاومت. بله، این خیلی مهمه. پس اینم نکته دوم بود که گفتم تو اینجا پیام دادم، یکم تخلیه اسلحه. حالا میریم جلوتر، میایم میرسیم توی اینی که چرا بعضی ها مخالفت میکنن به بمب اتم داشتن. ببین تا زمانی، من اینو بازم در برنامه قبلی شما گفتم، کشورهای غربی با ضعیف زیر پای خود لگدمالشون میکنه، با آدمای قوی زانو میزنه و بهشون تعظیم میکنه. ببینید جمله ترامپو، من با کشورهایی که اتم دارن میشینم پشت میز مذاکره میکنم. ببینید ترامپ بلند شد سفر کرد به عنوان یه چاپلوس وارد کشور کره شمالی شد. ببینین اینها رو، این معلومات عمومی نیست، این درس تاریخه. قدرتمند این غرب با اون همه سلاح میره چاپلوسی کره شمالی میکنه. تا
زمانی که شما بمب اتم نداشته باشید مشکل داریم ما، یعنی برای اینکه نمیذارن دست به بمب. حالا من فکر میکنم آقای دکتر یه جریانایی در داخل هست که اومدن سخن رهبر رو پیرن عثمون کردن، ازش سوء استفاده میکنن، طور دیگه اینو توجیهش میکنن که ما نباید سلاح هسته‌ای داشته باشیم، و این همون جریان‌های نفوذ و مخرب و اینا هستن که ایران قدرتمند براشون سمه. 100%. ببینین چرا من میگم، ایشون میگه که رهبر بزرگ ایران میگه که مصرف، دقیقا میگه مصرف بمب اتم حرام است. ما میگیم حرام، هر انسان عادلی هم میگه حرام است، ولیکن وقتی ما الان بمبای مینیاتوری اتمی داریم که فقط مشخص میکنه کجاها رو بزنن، چرا نباید داشته باشیم؟ ایشون نگفته داشتنش حرام است، حتی در قرآن هم گفته میشه باید اینقدر قوی باشید که دشمن نتونه به شما زور بگه. پس میاد اینجا یکی از اینا که میگه اتم نداشته باشیم که بتونن بهمون زور بگند، هر لحظه خواستن حمله کنند، هر کاری خواستن با ما بکنند، تحریممون کنند. پس اگر قدرت نداشته باشیم ما رو زیر پاشون له میکنند. دیگه مثل زمان جنگ جهانی دوم نیست. اینو برای آدمایی که میگم که دانش دارن ولی متوجه نیستن، الان دیگه کریر هواپیما، کشتی های آمریکایی که هواپیما حمل میکنن اصلا چیز نداره، بازدارندگی نداره. اون جنگ جهانی دوم بود چون موشک نبود، الان با 4 موشک این کشتی ها نصف میشه میره زیر آب. هیچ، یمن زد یکیشون از کار انداخت، دیگه اون قدرت بازدارندگی ایر کریر رو ندارن اینا، کشتی های هواپیما کریر رو انجام میدن. برای همین ژاپن به پرل هاربر حمله کرد که این ناوه هواپیما برا رو بزنه که نتونن نزدیک بشن به ساحل های ژاپن. ولی این دوره گذشت، الان بمب اتم داشتن بازدارندگیه، نه کشتی هایی که هواپیما برا میبره دیگه. اینا فقط برای بازی، حتی آورده اینا رو از بین ببره چون احتیاج نیست دیگه، دیگه همه موشک دارن دیگه، اینا بازدارندگی ندارن مثل زمان جنگ صدام اومد با این میزد یا هر جا دیبی رو با اینا میزنن، به خاطر اینکه موشک نبوده. الان ایران موشک داره، میدونه اینا بی ارزشه. پس بمب اتم داشتن بازدارندگیه، بمب اتم داشتن دال بر این نیست که مصرفش کنیم، دال بر اینی که بازدارندگی داره. برای ما 500,000 نفر، شما خودتون میدونید تو جنگ تحمیلی 500,000 تا کشته دادیم، آمار رسمیه. اینا بار دیگه هم به ایران خواهند حمله کرد، بار دیگر هم خواهند حمله کرد اگر ضعیف بشیم. پس شانس رو یک بار میدن به چاینا، شانس رو یک بار دادن و باعث شد این به این قدرت برسه. به ما هم الان شانس رو داریم، تو برنامه قبلی هم گفتیم یهودی ها و فراماسونا با هم دعوا دارن، روسیه و اوکراین با هم جنگن، چین در حال حاضر جنگ اقتصادی داره با آمریکا، ولی به زودی من فکر میکنم تا 1 دیگه قبل از رفتن اگر پیر یعنی نمیره، حتما جیوپینگ تایوان رو وصل میکنه به چین، حتما، یعنی اصلا شک نکنید، یعنی اصلا 1%، چون این لجند میشه که تمام چاینا یک پارچه میشه، آخریش تایوانه. پس شانس رو دارید تو این بحران از آب گلالود مایی بگیرید. این شانس رو یک بار میدم به کشور ایران. ایران الان شانس داره که بمب اتمیش رو بسازه. روسیه نمیتونه دیگه از پشت خنجر بزنه چون خودش درگیر اوکراینه. اگه فردا روسیه با آمریکا صلح کرد، ترامپ اومد 1% سر کار، شما از پشت دشمن دارید، روسیه دیگه دوست شما نیست چون به شما احتیاج نداره، اون دوست داره. مثل غرب زده های ما، پوتین تا قبل از دورانی که جنگ اوکراین بیاد یا قبلش که کودتا بشه در 2014 در اوکراین،
غرب زده بود، مثل غرب زده های ماست، فهم میکرد اگه بیا تو غرب احترامش بیشتره. الان فهمیده که غرب با این آبش توی جوب را نمیره. بعد چیزی که تاریخ یاد میده خانم زمانی اینه، جنگ جهانی اول روسیه همپیمان آلمان بوده تو جنگ علیه انگلیس و آمریکا اینا، ولی بعد از سال اول خیانت میکنه میره با انگلیس ها باز میشه. یعنی روسیه نگاه میکنه کجا سودشه، نگاه نمیکنه با کی همپیمانه. شما اینا رو در نظر داشته باشید. با روسیه دوست حالا... باشید. انسان باید با همه دوست باشه. ولی الان موقعشه که شما بمب اتمتون رو بسازید. فردا دیره، نیاین بگین دیره. الان شانس داری، فردا نگین شانسمون از دست دادیم. الان لیست دانشمندای خودتون رو دکتر اگر که نداریم به هر دلیلی، خب ما به عنوان شهروند مطالبه گر هستیم. باید یه چیز داشته باشیم بهتر از اون. و این چیه؟ چرا نمیان بگن؟ اگه دارین چیه؟ من فکر ببینید من فکر نمی‌کنم ما بمب اتم داشته باشیم. خب الان شایعات شروعش هستیم. یعنی آماده که بسازیم. ولی همه هم باید تست هم بشه. حالا ممکنه داخل ایران تست کردن اگر میگن، یا باید داخل یک کشور دیگه. نه اگه تست کرده بودن خب معلوم بود دیگه، یه چیزی نیست که بتونی پنهان کنی. من اصلا چنین باوری ندارم که ما سلاح. من میگم باید بسازید و تست کنید که آب پاکی رو دست اینا ریخته بشه. اگر نسازید اینا ولتون نمیکنن. هر روز با ناتو تهدیدتون میکنن، هر روز میان در اونجا، هر روز داعش میارن، هر روز یه جنگ داخلی میندازن، هر روز یه مشکل. الان دارن داعشی ها رو به عنوان مهاجر افغانستانی وارد میکنن. همین الان دارن این کارو میکنن. اصلا تو خود افغانستان. بله. تو خود افغانستان پر داعش، تمام زندانیا رو آزاد کردن. خب بریم بگین چرا آزاد کردید؟ کسی به حرف شما اهمیت نمیده. میگن دموکراسی. خانم زمانی من اینو بگم، دموکراسی از دهان توپ در میاد آقای دکتر. دقیقاً. آفرین. قدرت نداشته باشی هیچی نداری در این دنیا. اروپا هیچی نداره، برای همین رفت سلاح ساخته که بتونه دنیا رو بچاپه. حالا دنیا تغییر کرده، شما میتونید سلاح بسازی دیگه. به اون حد رسیدین سلاح ساختی، حالا به هم یکی شدی. حالا تو یه زمانی خانم زمانی میگفتن هیچ جا مترو نباید بسازن، چون مترو مال کشورهای هر کی بسازه میشه کشور متمدن. اینا معیارای غربه. الان که شما اتم بسازی نداری، ضعیفی، بزن تو سرش. ولی کشوری که اتم داره بازدارندگی داری. حالا بذار بگن که شما یه درست هم میگن بازدارندگی نداره. شما میگین بازدارندگی نداره، ما که نمیخوایم مصرفش کنیم، ما میخوایم داشته باشیم. مخالفین با داشتن بمب اتم، چه مشکلی داری شما داشته باشید؟ چه مشکلی داری؟ میگین سانکشن، شما که 45 سال تحریمید. به قول خودشون سخت ترین تحریمای جهان برای ایرانه. خب شما اتم هم داشتی باشین، همین تحریمو دارید. فرقشون میشه به ما بگین چیه؟ یعنی اگه شما داشتین تحریم نمیشدین یا بدتر بود؟ این که بدترینشه که نه بهتون دارو میدن، نه بهتون میدونن نه هیچ کاری بکنین. همش خودتون باهوشی کردین تونستین تحریما رو دور بزنین. بعد به شما هیچی ندادن. بعد فرقش چیه؟ تحریم هستید یا نیستید؟ شما سخت‌ترین تحریما رو دارید. اتم هم داشته باشین همین تحریم رو دارید. پس چرا ندارید؟ چه مشکلی دارید که ندارید؟ دانشمنداتون رو که داشتن از بین بردن، شهید کردن. به خاطر بار دیگه میگم ایران بایستی به عنوان یه شهروند ایرانی خواستار این هستیم. به قول شما ایران باید اتمی شود، حتی برای احترام به خون شهدامون، حتی به احترام خون این هفت شهید. به خاطر اینکه اینا برای این بمب ساختن بمب اتم شهید شدن، کشتنشون. اینا درس خوندن که به ایران خدمت کنن، ولی به خاطر اینکه دانشمند بودن کشتنشون. بله گفتیم دیگه اینو. خب بله. آقای دکتر اگر حرفی دارین جمع‌بندی کنیم برنامه. نه دیگه من گفتم دیگه، این آخریشه که یه بار دیگه میگم تخلیه سلاحی نشوید. بله. این پیام من. دستتون درد نکنه، خسته نباشین. با تشکر از شرکت شما در برنامه. دوستان یادتون باشه پسند به اشتراک گذاشتن نظرتون رو بنویسین. پسند هم اگه برنامه رو دوست داشتین خب باعث میشه که کانال ما بیشتر دیده بشه. اگر که یه خورده دست و دل بازی داشته باشین این انگشتتون رو بذارین پسند و فشار بدین. خواهش میکنم برنامه رو پخش کنید ببینند، به اشتراک گذاشتن خیلی مهمه. خواهش میکنم پخش کنید. بله
خب در پناه حق باشین همگی، خدا نگهدارتون آقای دکتر. خیلی ممنونم، خدا نگهدار همه.